سلام، امروز میخوایم در مورد نحوه جمع کردن وسایل سفر صحبت بکنیم. برای اینکه یک سفر خیلی خوب داشته باشیم، اول میایم همه وسایلی که لازم داریم و میذاریم وسط و سعی میکنیم نصف این وسایل رو با خودمون نبریم. برای اینکه شما دیدید خیلی از وسایلی که ما میبریم بعد از سفر که برمیگردیم میبینیم که هیچ استفاده ای ازش نکردیم. میریم سراغ جمع کردن وسایل سفر. الان میخوایم نحوه جمع کردن کاپشن رو با هم دیگه تمرین بکنیم. اول میایید یه تای اینجوری به کاپشنتون میدید، آستینا رو میذارید روبروی همدیگه و از اینجا شروع میکنید به جمع کردن کاپشنتون. این کار هم باعث میشه کاپشنتون کثیف نشه، همین که در سفر آسیب نمیبینه، مخصوصا کاپشنهایی که پر هستن و حساسن و میتونید خونم از این روش استفاده بکنید و داخل کشوها به این صورت قرار بدید. من یک بار دیگه امتحان میکنم، این الان آستین نداره، به این صورت تای کوچیکتر زدم، از اینجا شروع میکنم به جمع کردن. این یه روشه که در سفر شما میتونید استفاده کنید. یه روش دیگه هم که هستش، اگر کاپشن شما چروک نمیشه میتونید از روش قدیمی لول کردن استفاده بکنید. به این صورت کاپشنتون رو جمع بکنید، اگر بارونی دارید به این صورت و اگر کاور دارید، اگر خودش کلا داره میتونید داخل کلاش قرار بدید به این صورت، یا اینکه از این کاورها استفاده بکنید و چندین کاپشن رو میتونید داخلش قرار بدید به این صورت، یا از این کاورهایی که بزرگتر هستش میتونید شما همه این کاپشنهایی که اینجا هستش در داخل این قرار بدید تا اینکه هیچ کدوم از این لباساتون توی سفر دچار آسیب نشه و بتونید یه سفر خیلی خوبی رو داشته باشید. و یا اینکه اگر کلاه دارید، اگر کلاه دارید میتونید این کاپشن هایی که به این صورت هست داخل کلاه قرار بدید، مخصوصا کلاهایی که فرمشون عوض نمیشه به این صورت بذارید داخل کوله پشتی یا چمدونتون. الان میخوایم نحوه جمع کردن چند تا لباس و جورا با هم تمرین کنیم. شما اگر لباس زیر دارید، البته این اسکارفه، میتونید اینجوری بذارید توی داخل تیشرت یا لباسایی که دارید به این صورت، یه تای اینجوری میزنید، بعد میایید یه لنگه جورابو به این صورت قرار میدید، یه لنگه دیگه هم به این صورت، بعد شروع میکنید به جمع کردن لباستون و در آخر جوراب رو اینجوری برمیگردونید. این باعث میشه هم لباس زیر دارید یا لباس روشن دارید هم کثیف نشه، همین که ازش به این صورت محافظت بکنید و جای کمتری بگیره. میتونید شما جوراباتون رو به این صورت هم جمع بکنید که این یک روشیه که
خیلی از مادرها برای جمع کردن از این روش استفاده میکنن. اینجوری هم لنگه جورابتون گم نمیشه، همین که کثیف نمیشه. الان میخواییم شلوارها رو جمع کنیم. یه روش مثل جمع کردن کاپشن هست، یعنی میاییم اینا رو به این صورت تا میکنیم و این دو لنگه شلوار رو هم دیگه میذاریم و از اینجا شروع میکنیم به جمع کردن شلوار و در انتها اینا رو به این صورت زیم داخل. اینجوری باعث میشه شلوار آسیب نبینه و کثیف نشه. این یه روش. یه روش دیگه که روش لول کردن هست، به این صورت شروع میکنیم به لول کردن شلوار مثل جمع کردن فرش. یه روش هم این هستش که در داخل کوله پشتی یا چمدون قرار میدیم. یه روش دیگه به این صورت هست، میاییم شلوار رو به این صورت تا میکنیم، یه تا، دوتا تا، یه لنگه شلوار رو در اینجا قرار میدیم، دوباره یه تا و اینو میاریم رو هم دیگه به این صورت و در آخر اینو قرار میدیم در داخل شلوار. به این صورت میتونیم شلوار رو جمع بکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که ما باید یاد بگیریم اینه که خیلی ها دغدغه دارن یقه پیرنشون خراب نشه. برای اینکه این حالت یقه پیرن خراب نشه، شما میتونید از کمربندهایی که با خودتون میبرید برای سفر استفاده بکنید. میتونید این کمربند رو اینجا قرار بدید به این صورت که یقه این پیرنتون خراب نشه و میتونید از این کمربنداتون چه مردونه چه زنونه، برای کسایی که از کلاه استفاده میکنن کاربرد داشته باشه. مثلا این کلاه من که خیلی هم دوستش داشتم، بعد از یه بار دو بار استفاده کردن، وقتی که توی ساکم چمدونم کوله پشتیم قرار دادم، این حالتشو از دست داد. ولی برای کلاهای دیگه هم یاد گرفتم که از کمربندها، حالا یه دونه یا چند تا، به این صورت باز کنم و بذارم داخل کلام که هم کمربندها حفظ بشه، همین که حالت کلام خراب نشه. امیدوارم مطالبی که گفتم به درد نخورده باشه. در قسمت‌های بعدی می‌خوایم در مورد وسایل دیگه و مواردی که برای سفر لازمه صحبت کنیم. ان شاءالله که موفق باشید.